سلام و درود به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. روزنامه حکومتی امروز سه‌شنبه 20 شهریور تیترهای مهم خودشون رو به دود و دم پاسدار شمخانی در مورد موشک پرونی به مقر احزاب کردی، موضوع FATF، خبرها و بحرانهای اقتصادی اجتماعی و به اصطلاح ابراز نگرانی از پیامدهای ناامیدی و بدبینی مردم نسبت به آینده اختصاص دادن و همینطور اقرار و اذعان به ادامه فساد توی رژیم از جمله موضوعات دیگه روزنامه های سه‌شنبه هستند. تیترهای مربوط به اوضاع اقتصادی حاکی از دست و چنته خالی رژیم توی ارائه راه حل و چش دوختن به جیب مردمه که چند تیتر رو با هم مرور میکنیم. اقتصاد ملی روز به روز سفره کارگران خالی تر میشود. تجارت عبور از مرز 1600 هزار میلیارد تومان نشان میدهد بی ارادگی در کنترل نقدینگی. جهان صنعت فروش غیرمجاز دلاری برخی کالاهای اساسی به مشتریان خارجی، پشت پا به مردم. بله، همونطور که گفتم در کنار این تیترها اقرار اعتراف به تداوم فساد و راندخاری دیده میشه. ابرار اقتصادی تیتر زده ردپای پتروشیمی ها و معدنی ها در تخلفات ارزی. جهان صنعت تیتر زده از قول مشاور روحانی، نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در همایش عبور از چالش‌های پولی، بانکی و ارزی مطرح کرد. بدهی بانک‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی. جهان صنعت بازم تیتر زده رانت به نیما هم رسید. بازار ثانویه به نوسانات ارز دامن زد. بریم سراغ یه موضوع دیگه، یعنی حمله به دولت آخوند روحانی که توی تیترهای روزنامه‌های هر دو باند دیده میشه که به دو نمونه نگاه می‌کنیم. کیهان همین که هست پاسخ مطالبات اقتصادی مردم نیست. کار و کارگر عارف دولتی را روی کار آوردیم که مجبوریم صورتمان را با سیلی سرخ کنیم. اما داستان FATF بازم تیتر مشترک روزنامه های امروزه. روزنامه آرمان تیتر زده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رهبری برای FATF اختیار دادند. ابتکار نوشته نگرانی‌ها درباره تایید یا رد FATF، ماندن یا خروج از لیست سیاه مسئله این است. ابرار هم دو تا تیتر داره که نوشته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رهبری اختیار تصمیم گیری درباره FATF را به مجلس و دولت دادند. بازم ابرار نوشته 20 روز تا پایان مهلت FATF باقی مانده، لوایح در مارپیچ مسعد. خوبه که بریم سراغ یه موضوع دیگه که انتشار خاطرات جانکری و حرفای وندی شرمن هست که توی روزنامه انعکاس پیدا کرده و از جمله توی روزنامه باند خامنه‌ای بهانه حمله به باند روحانی شد. آفتابی است. تختی کتاب کری برای زدن ظریف. وطن امروز. ما از اینکه وندی شرمن، جانکری، سوزان رایس و رئیسشان باراک اوباما و دیگر مقامات آمریکایی دخیل در انعقاد برجام را فریبکار و مصداق اتم شیطان بنامیم ابایی نداریم و به این تشبیه افتخار میکنیم. با این حال از اینکه برخی سیاستمداران ما در برهه‌ای از زمان فریب لبخند چنین شیاطینی را خورده و به توصیه منتقدان توجه نکردند ناراحت هستیم. اما در مورد اجلاس سازمان ملل و شرکت در جلسه شورای امنیت به ریاست ترامپ، در حالی که مشخصا روزنامه‌های باند روحانی توصیه به رفتن روحانی می‌کنند، کیهان خامنه‌ای حرف دیگه‌ای داره و اینطور نوشته. حسین شریعت‌مداری خودداری روحانی از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند پاسخ دندان شکنی به اهانت‌های بی‌وقفه ترامپ به ایران اسلامی باشد. ضمن آنکه مگر حضور همه ساله روحانی در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردی داشته است که با عدم حضور ایشان از دست برود؟ خب دوستان عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان مرور خودمون از روزنامه حکومتی. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید.